خامخاری قسمت دوازده بدن انسان مواد غیر طبیعی را می شناسد و رد می کند. وقتی مواد طبیعی وارد معده می شود، هر قطر هم زیاد باشد، معده آن را قبول می کند و بلافاصله به روده ها تحویل می دهد. بدن هرچه را از آن لازم دارد نگه می دارد و بقیه را در عرض چند ساعت دفن می نماید. در نتیجه معده یک زنده خار همیشه خالی و سبک می باشد ولی وقتی مواد مرده را به معده تحویل می دهیم معده آن را به آسانی قبول نمی کند. ساعتها و حتی روزها نزد خود نگه می دارد تا به مردم بفهماند که بدن به این نوع خوردنی ها احتیاج ندارد. مردم متمدن معنی این امر را نمیفهمند و برای رهایی از ناراحتی معده مقداری روغن بادام و یا کرچک میخورند. چون روغن های نامبرده از مواد طبیعی می باشند، مدان را میپذیرد ولی چون در حال حاضر برای هزمان آنها وسیله موجود نیست، آنها را به روده ها تحویل می دهد تا از بدن دفع کنند. روغن های طبیعی فوق و ذکر در سر راه خود مانده های گندیده غذای مرده را از معده و رودهها جمع نموده و با خود بیرون میبرند. میوهجات و سبزیجات هم هر روز همین کار را نزد مردخارها انجام میدهند ولی مردخارهای گمراه معنی آن را نمیفهمند و خیال میکنند که میوه برای آنها ضرر داشته است اگر به جای روغن بادام روغن دیگری مانند روغن کرمانشاهی یا کره و یا روغنهای نباتی صاف شده به معده تحویل بدهید خواهید دید که معده چه عملی در مقابل آنها از خود نشان میدهد در این اواخر یک پزشک امریکایی برای من یک گزارش فرستاده که در سوئیس نوشته شده و توسط سازمان تحقیقاتی لی به انگلیسی ترجمه کرده است. نتیجه 300 آزمایش ثابت می کند که هیچ نوع مواد غذایی روی فرمول خون انسان تغییری نمی گذارد. ولی همین که یک لقمه پخته وارد بدن انسان می شود بلا فاصله تعداد گلبول های سفید خون افزایش می آبد. عجیب این است که حتی 50 میلیگرم یعنی یک مسقال خوراک پخته همین اثر را میگذارد و همین که اولین لقمه به معده وارد می شود این اثر در خون ظاهر می گردد حتی آب جوشیده هم روی فرمول خون همین عکس عمل را ایجاد می نماید مطابق این گزارش هر یک از خوردنی ها حالت طبیعی خود را در درجه های مختلف از دست می دهد. ولی همه آنها هنوز به 100 درجه یعنی به حالت جوش نرسیده به حالت غیر طبیعی در عقل و منطق به ما حکم می کند که حرارتی برتر از حرارت خورشید برای غذای طبیعی قابل تحمل نیست. خوراکهایی که در کارخانه جات تهیه می شوند مانند شکر، شکلات، شیرینیجات، نوشابه های مختلف و از این قبیل غیر از افزایش دادن گربول های سفید تغییرات دیگری هم در خون ایجاد می کنند. این مدارک که با دست خود زیستشناسان تهیه شده است گفته های بنده را به خوبی ثابت می کند که غذای مرده فقط یک ماده غیر طبیعی و سمی می باشد زیرا گربول های سفید خون فقط در مقابل سموم و مواد بیگانه به مبارزه برمیخیزند. آیا زیست نشناسان کوتهبین از این مدارک کاملا روشن توانستن نتیجه مثبتی بگیرند یا خیر؟ البته که خیر وقتی با غذای مرده غذای زنده هم وارد بدن می شود این غذای طبیعی اثر مضر خوراک مرده را خونسا می سازد و نمی گذارد که در خون تغییراتی ظاهر گردد از این رو این آقایان خیال می کنند که با خوردن غذای زنده می توان ضرر خوراک های مرده را به کلی از بین برد و بنابراین مصرف کردن آن منعی ندارد چون معمولا در موقع غذا خوردن نزد همه مردخارها این نوع تغییرات خون مشاهده می شود مردم این وضع را عادی فیزیولوژیک تلقی می کردن و گلبول های سفید حازمه ای نام می بردن. ولی اکنون معلوم می شود که این یک حالت مرضی می باشد به عبارت دیگر با اولین لقمه مواد مرده مردم خون خود را مسموم می سازن و حالت مرضی ایجاد می کنند ولی اگر آنها سطان و سبزی یا میوه زنده بخورند و هر قطره هم زیاد بخورند هیچ تغییری در فرمول خون مشاهده نمیگردد اصولا تمام حالت و فعالیت و فرمول های اعضای مردخارها که تا امروز عادی و طبیعی تلقی می شد غلط از آب در میآید زیرا در جهان حتی یک نفر مردخار سالم وجود ندارد و تمام تحقیقات فیزیولوژیک بر روی همین مردخارها انجام می گرفته است مثلا چون تقریبا نزد همه بزرگ بزرگسال فشار خون به 15 یا 16 می رسید، این حالت را معمولی تلقی می کردن و حال اینکه فشار خون طبیعی باید بین 10 تا 12 باشد من فشار خون خودم را از 20 پایین آورده و به 12 رساندم. چون قلب همه مردخارها زیر فشار دائمی مواد مرده قرار گرفته و مریض می باشند و ضربان قلب آنها حداقل از 75 پایین نمی آید برای آنها 75 زربان در دقیقه طبیعی به شمار می آید حالا که قلب یک زنده خار 58 تا 60 می زند و بعضی مواقع در شرایط راحتی جهاز حازمه تا 55 هم می رسد.